زبان عربی مثل دونای تسبیحه، شما نمیتونی اولی رو بلد نباشین بعد رد شی برید دوازدهمی رو برسی بهش، حتما بعد اولی، دومی، سومی، به ترتیب بعد برسی تا به اون بخش آخر برسیم. پس حتما ما بعد عربی یک بلد باشیم که عربی دو و سه رو یاد بگیریم. و اگر من این بخش رو دارم بعد از این که عربی دو و سه رو به شما گفتم دارم بهتون میگم، برای اینکه یه سری از دوستانمون هستن که اینا در واقع روی در واقع کارهای پایه‌ای و عربی یک مسلط هستن و خب الان میخوان عربی دو و عربی سه رو یاد بگیرن. ما بر اساس در واقع اون چیزی که به عنوان منابع کنکور هست پیش رفتیم و گفتیم و این بخش رو آوردیم برای اون دوستانی که تو عربی یک مشکل دارن، از نظر پایه مشکل دارن، خب بعد اینو یاد بگیرن و اینو بلد باشن تا بتونن که عربی دو و عربی سه رو کامل قواعدش رو یاد بگیرن. نکته بعدیش راجع به تستایی هستش که تستایی هستن که اینا که در واقع بعد وابسته به عربی یک هم هستن، یعنی شما در واقع باید که مثلا وقتی میخواید تست تعلیل و صرفی رو حل بکنید بی برو برگرد بخش فعل داره، بخش ثلاثی مضید داره، بخش جامد و مشتق داره، بخش در واقع حالا موصول و ضمیر داره، جمله اسمی و فعلیه داره، که اینایی که من دونه دونه نام بردم درسای کتاب عربی یکت هست و اگر شما اینا رو بلد نباشی به هیچ وجه تست تعلیل و صرفی حل رو نمیتونه بزنی. ما بعد از اینکه در واقع این بخش عربی یک رو من تو 5 جلسه بهتون بگم و تمومش بکنم، بعد از اون ما وارد بحث تعلیل و صرفی و تعلیل و صرفی حل رو میشیم و تشکیل میشیم. در واقع اونها بخشای قواعدی هستن که ما میخوایم از این استفاده بکنیم که اونجا بتونیم چیکار کنیم، جواب بگیریم. 5 تا تست مستقل حتما استفاده میشه تو هر سالی که اینا در واقع باید حتما شما عربی یک رو روش مسلط باشین، یا بلد هستی عربی یک رو که به عنوان چیز پایه‌ای که ما بعد وارد عربی دو و عربی سه شدیم، یا که بلد نیستی. اگه بلد نیستی و اگر ضعف داری، کوچکترین ضعفی داری، این مجموعه رو قشنگ کامل یاد بگیر، همراه با من تمرین بکن. کتاب عربی یک نگو جزء منبع کنکور نیست، کتاب عربی یک تمریناتش، متنش، همه رو کامل بررسی بکن. ما در واقع آنالیز کتاب رو بررسی بکن. میدونی که من تو این کتابی که در واقع کتاب تستی که هستش توی عربی دو و عربی سه آوردم براتون تمامه، هر کدوم این بخشای قواعدی که دارم میگم بخش آنالیزم براتون آوردم. توی عربی یک همین آنالیز رو تمرین بکن، یعنی اون در واقع تو اون درس اگر من یه قواعد مثلا ثلاثی مضید رو دارم بهتون میگم، توی کتاب عربی که بگید هر چی ثلاثی مضید هست بررسی بکن و پیداش بکن، به عنوان تمرین، به عنوان یه کار تشریحی که آمادت بکنه برای تست زدن. و بعد تست داریم میزنیم. تستایی که ما اینجا بررسی میکنیم، حالا امروز تست مستقل من ندارم که بهتون بدم و فقط داریم حرف میزنیم راجبش، از جلسه آینده وارد بخش تست ها هم خواهیم شد. تست های مستقلی هم که من براتون میارم تو این بخش بیشتر مال بچه های فنی حرفه ای هستش که عربی یکشون به عنوان منبع کنکورشون هستش، ولی این معنیش نیست که ما توی عربی یک تست مستقل تست نداریم. توی عربی یک شما تست های تعلیل و صرفی علی اعراب دارید که بلا استثنا باید با استفاده از عربی یک بزنید، و توی عربی یک شما تست هایی که مربوط به سال دوم و سال سومیتون هست بسیاری از گزینه ها و رد گزینه ها بر اساس معلومات عربی یکت هست. این مقدمه کوتاه بهت گفتم برای اینکه بدونید که عربی یک فوق العاده مهمه. فقط زمانی که شما کامل روش مسلط هستید احتیاج نداری که عربی یک رو روش کار بکنی، یعنی در واقع با همون کاری که رو عربی سه و دو داری انجام میدی در واقع داری اینو مرور میکنی. در غیر این صورت حتما براش وقت بذارید، حتما در واقع کار بکنید، برای اینکه این پایه عربی سه و دو هست و به طبع ما یه بخش مهمی از تستای تعلیل و صرفی و اعرابمون که سه تا تست مستقل توی کنکور هستش رو در واقع با استفاده از یه بخش زیادیش رو با استفاده از عربی یک خواهیم زد. خب درس یک عربی یکی اون بچه ها یه درس یادآوریه، دوره راهنمایی، ما راجبش صحبت نمی کنیم. از درس دو شروع می کنیم، درس دو و سه عربی یکمون که راجب ثلاثی مجرد و ثلاثی مضید هستش. پس ما عربی یک رو داریم شروع می کنیم، درس دو و سه بحث ثلاثی مجرد و ثلاثی مضید. خب فعل ها بچه ها از جهتی به دو بخش دارن تقسیم می شن، بخش ثلاثی مجرد و بخش ثلاثی مضید. در واقع اینا از هر کدوم از این واژه از دو بخشن، یکی ثلاثی ان که یعنی سه حرفی، ستایی، ثلاث یعنی سه، ثلاث یعنی سه، ثلاثی یعنی سه حرفی، ستایی. یکی هم مجرد و مضید هست. کلمه مجرد یعنی تنها، تجرد یعنی تنهایی. پس ثلاثی مجرد یعنی سه حرفی تنها. ثلاثی مضید، مضید از زیادی میاد، مضید یعنی اضافه شده، یعنی زیاد شده. ثلاثی مضید یعنی سه حرفی با حروف زائد، با حروف اضافه. خب
این از نظر اصطلاحش. حالا بیایم تقسیم بندی بکنیم. فقط من داخل پرانتز یه نکته بهتون بگم، مثلا دوستان رشته علوم انسانی ممکنه که با فعل‌های ربایی هم آشنا باشن. فعل‌های ربایی در واقع تو بخش علوم انسانی ما راجع بهش صحبت می‌کنیم که فعل‌هایی هستن که ریشه فعلشون چهار حرفیه. توی بخش در واقع کنکور عمومی ما با ربایی سر و کار نداریم. بنابراین شما یا فعلت سه حرفیه یا فعلت بیشتر از سه حرفه. پس میشه یا ثلاثی مجرد و یا ثلاثی مزید. از ثلاثی مجرد داریم شروع می‌کنیم. میگیم ثلاثی مجرد فعلی است که ریشه‌اش سه حرفیه و به این حروف اصلی حروف دیگه هم اضافه نمیشه. نکته مهمش اینه که وقتی من صحبت از ریشه فعل دارم میکنم، این اولین صیغه ماضی. چرا؟ برای اینکه شما وقتی شروع می‌کنید فعل ماضی صرف، فعل ماضی رو هم صرف بکنید. صرف بکن قبل اینکه من بگم. بگو ببینم. ذهب، ذهب و ذهبو. اولین صیغه‌ای که داره صرف می‌کنه، با ذهب داریم همه رو صرف می‌کنیم دیگه. اولین صیغه‌ای که داره صرف می‌کنه ذهب چند تا حرف داره؟ سه تا حرف داره. تمام فعل‌های ثلاثی مجرد، فعل‌هایی هستن که وقتی شما ماضی رو شروع می‌کنید صرف کردن، تو اولین صیغه سه تا حرف داریم. پس ملاک تشخیصمون که میگیم ریشه سه حرفیه، یعنی اولین صیغه ماضی. اگر اولین صیغه ماضی سه حرف بود میشه ثلاثی مجرد. اگر اولین صیغه ماضی بیشتر از سه حرف بود میشه ثلاثی مزید. ربایی رو فعلا گفتیم ما کاری بهش نداریم. ربایی مال بچه رشته علوم انسانیه. دوستای رشته علوم انسانی هم که الان دارن منو میبینن، ما اینجا بخش عمومی رو داریم بررسی میکنیم. تو اون بخش اختصاصی براشون راجع به ربایی هم صحبت خواهیم کرد. پس فعلی که ریشه سه حرفیه به این حروف و به این حروف اصلی حروف دیگه هم اضافه نشده باشه، ما بهشون میگیم چی؟ ثلاثی مجرد. ضرب، کتب، جلسه. فقط سه حرف دارن در اولین صیغه ماضی، بنابراین ثلاثی مجرد هستن. اما ثلاثی مزید فعلی است که ریشه سه حرفیه، ولی به اون سه حرف اصلیمون یه حروف دیگه چیکار میکنیم؟ اضافه میکنیم. پس شما ضربه رو در یکی از بابهای ثلاثی مزید که میبری تضاربه رو داری میسازی. تضاربه هم اولین صیغه ماضیه ها. ضربه اولین صیغه ماضی در ثلاثی مجرده، تضاربه اولین صیغه ماضی در یکی از بابهای ثلاثی مزید هست. کتبه رو که داریم که ثلاثی مجرد هست، توی یکی از بابهای ثلاثی مزید اولین صیغه ماضی اون میشه کاتبه. پس کاتبه میشه ثلاثی مزید چون چهار تا حرف داره. جلسه که اولین صیغه ماضی هستش، در یکی از بابهای ثلاثی مزید تو اولین صیغه ماضی میشه اجلسه. پس اجلسه هم که چون چهار تا حرف داره میشه چی؟ میشه ثلاثی مزید چون اولین صیغه چی هست؟ ماضی هستش. خب خدمت عرض شد که خیلی وقتا بچه های نمن میپرسن، میگه آخو اصلا ما برای چی این ثلاثی مزید رو داریم؟ که چی؟ خب ثلاثی مجرد که داشتیم، که ما ثلاثی مزید رو برای این داریم که از همون فعل ثلاثی مجرد معنای جدید ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان همون مثال قبلی رو نگاه کن، مثلا جلسه اجلسه. جلسه یعنی چی؟ یعنی نشست. باریکلا. اگر من میام میبرمش توی یکی از بابهای ثلاثی مزید و میشه اجلسه، اجلسه دیگه معنیش با جلسه چیه؟ متفاوته، ولی از همون ریشه گرفته شده. جلسه میشه نشست، اجلسه میشه نشاند. پس ثلاثی مزید برای چی داره به وجود میاد؟ ثلاثی مزید برای این داره به وجود میاد که من یه سری فعل ها رو از یه سری ریشه های فعلی دارم، اینا رو یه تغییر درش ایجاد میکنم، یه سری حروفی بهش اضافه میکنم، یه معنای جدیدی به اون ریشه فعل دارم اضافه میکنم. جلسه ای که میشه نشست، وقتی که یه همزه میگیره تو اولین صیغه ماضی میشه اجلسه، حالا معنیش میشه چی؟ میشه نشاند. پس ایجاد فعل های ثلاثی مزید و اضافه شدن حروف زائد به فعل به دلیل ایجاد معانی چیه؟ جدیده. معنی جدید ایجاد میشه. همین مثالی که الان برات زدم، جلسه میشه نشست، از همون جلسه وقتی من یه فعل دیگه میسازم میشه اجلسه که میشه معنیش نشان. در واقع نشست متعدی شده نشان. چون ببین الانم جلو جلو یه سری چیزا رو بهت میگم، چون کاربرد این فعل ثلاثی مزید اینه که فعلو چیکار میکنه؟ متعدی میکنه. کتبه میشه نوشت. حالا همین کتبه رو من توی یک از بابهای ثلاثی مزید میبرم، یه حرفی بهش اضافه میشه با صیغه ای که ماضی ها، میشه کاتبه. حالا کاتبه میشه چی؟ میشه نامه نگاری کرد. چرا؟ چون این باب ثلاثی مزید واسه مشارکت داره استفاده میشه. یعنی من مینویسم، او مینویسد. من برای او مینویسم، او برای من مینویسد. این عمل میشه چی؟ میشه نامه نگاری کردن. مشارکت میکنیم دوتاییمون در چی؟ در نوشتن. به این میگیم چی؟ کاتبه. و به این میشه چی؟ فعل ثلاثی مزید. ولی همون نوشتن داره اتفاق میفته دیگه. خب این جمله خیلی مهمیه. میگه ثلاثی مجرد سماعیه و ثلاثی مزید قیاسیه. خود کلمه سماعی یعنی شنیدنی، خود کلمه قیاسی یعنی مقایسه ای.
پس سمایی میشه شنیدنی، قیاسی میشه چی؟ میشه مقایسه. با هم دیگه بخونیم اینجا. بگیم افعال ثلاثی مجرد به هنگام صرف شدن در زمانهای مختلف برای افعال مختلف شکل یکسانی ندارد و برای لذا برای هر فعل در زمانهای اصلی باید اون رو حفظ کرد. یعنی سمایی یعنی شنیدنی. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما یه فعلی داری مثل کتبه، وقتی من میخوام مضارعش رو بسازم میشه یکتبه، درست شد؟ ولی اگر یه فعلی دارم مثل جلسه، وقتی میخوام مضارعش رو بسازم میشه یجلسه. بعد میگم من کجا بفهمم او بعد بگیره یا ا بعد بگیره؟ یکتبه مثلا یکتبه نیست، یجلسه مثلا یجلسه نیست. این شنیدنیه، این سماعیه. از کجا میشنویم؟ از اینکه عرب زبان چی داره میگه. از کجا میبینیم؟ از کتاب لغت داریم میبینیم. پس ثلاثی مجردهای قوانینی برای خودشون دارن، ولی اینکه کدوم فعل بر کدوم وزن داره استفاده میشه، این سماعی و شنیدنی هست. در که در ثلاثی مزید اتفاق نمیفته. میگیم افعال ثلاثی مزید به هنگام صرف شدن در زمانهای مختلف برای افعال مختلف شکل یکسانی دارن، لذا هر فعل ثلاثی مزید در هر بخش کاملا یکسانه. قیاسی یعنی مقایسه. مثلا اونجایی که من جلسه رو داشتم گفتیم میره در یک باب ثلاثی مزید میشه اجلسه، نشست میشه نشان. شما اگر از نظر معنایی بتونی هر سه حرف اصلیتون وزن قرار بدی، حتما بر وزن افعل است. از هبه میشه برد. پس در ثلاثی مزید ما یه سری بابهایی داریم، یه سری وزنهایی داریم، وزن کاملا یکسانه. شما فقط کافیه که سه حرف اصلی در اونجا چیکار کنی؟ قرار بدی. حالا ممکنه بگی اه مثلا در عالم واقع مثلا این کلمه وجود نداره. خب نداشته باشه، از نظر شکلی میتونه وجود داشته باشه، درست شد؟ بابهای ثلاثی مزید از این جهت ما میگیم قیاسی ان، مقایسه ان. شما با ف و عین و لام اگر اینها رو در واقع ساختی و یاد گرفتی، هر صرف اصلی اونجا قرار بدی میتونه در واقع معنا ایجاد بکنه و میتونه وجود داشته باشه. در حالی در ثلاثی مجرد به هیچ وجه این داستان اتفاق نمیفته. نگاه کنیم با هم دیگه. افعال ثلاثی مجرد در صرف زمان ماضی بر وزن فعل، فعل، فعل می آیند. به مرتبه تر تفاوت افعال ثلاثی مجرد در زمان ماضی در حرکت عین الفعل است. من حرکت عین الفعل قبلا تو عربی 3 و 2 یه توضیح کوچیک دادم. الان اینجا پای تخته بعد یه توضیح میدم. بعد راجع به اینا می‌خوایم با هم دیگه صحبت کنیم. بچه قدیم ما وقتی که میومدیم در واقع فعل رو صرف می‌کردیم، به جای اینکه یه فعلی در واقع استفاده یه فعل نمونه‌ای مثلا استفاده کنیم مثل کتب و ذهب و جلسه، که الان بیشتر من خودم به این شکل استفاده می‌کنم، میومدن مثلا از یه فعلی به اسم فعله استفاده می‌کردن. فعله میشه انجام داد، خود فعل میشه انجام دادن، مصدرشه. خب وقتی از فعله استفاده می‌کردن، شروع می‌کردن صرف کردن، حالا شما در یه فعلی مثل فعله یه ف داری اولش. خب ف میدونیم مثلا ما میگیم الف با، با یعنی چی؟ یعنی ب، فا یعنی ف. اگر من به اولین حرف اصلی یه فعل نمونهی بخوایم در نظر بگیرم بهش میگم فاعل فعل. چرا؟ چون فاعل فعل ف فعل است. پس به طور کلی هر وقت من میگم فاعل فعل یعنی چی؟ یعنی اولین حرف اصلی ف فعل. اگر این رو بخوام بررسی بکنم، یعنی دومین حرف اصلی رو بخوام بررسی کنم، بهش میگم عین الفعل. عین الفعل یعنی عین در فعله، پس میشه دومین حرف اصلی. اگر سومین حرف اصلی رو بخوام بررسی کنم، میشه لام الفعل. لام الفعل یعنی لی فعله، میشه سومین حرف اصلی. پس این اصطلاح کلا یاد گرفتیم که از کجا آمده. فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل. اولین حرف هستی، دومین حرف هستی و سومین حرف هستی. اما ما الان میخواییم راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به این فعلهای ثلاثی مجرد میخواییم صحبت کنیم. فعلهای ثلاثی مجرد همونطور که توی LED بهتون نشون دادم فعله و فعله و فعوله بودن دیگه، درسته؟ اگر من میخوام اینا رو بنویسم پای تخته، اینجوری میتونم برات بنویسم. یعنی چی؟ یعنی فعل‌هایی که ما سراغ داریم در ثلاثی مجرد، تنها تفاوتی که از جهت شکلی پیدا می‌کنن در چی هست؟ در حرکت عین الفعلش هست. یعنی شما مثلا میگی کتبه، که این بیشترین در واقع شکل آماریشه، یعنی بیشترین تعداد فعل‌هایی که شما در ماضی دارین در ثلاثی مجرد بر وزن فعل است. تعداد خیلی کمترشون بر وزن فعل است و تعداد خیلی خیلی کمترشون بر وزن چی هستن؟ فعوله هستن. برگردیم سراغ الیدی، بعد با این کار داریم. یعنی بعدا می‌خوام بگیم که این در مضارع چه اتفاقی براش میفته، در امر چه اتفاقی براش میفته. برگردیم سراغ الیدیمون.